جیغ‌های بنفش ارگان سپاه پاسداران علیه فرانسه در رابطه با مجاهدین. مدارا با فرانسه از موشک تا منافقین. فرانسه با احیا، تهییج و تقویت گروه تروریستی مجاهدین نقش لیدری را در حوادث اخیر برخی از شهرهای ایران بازی کرده. نقش فرانسه در اغتشاشات اخیر، احیا، تهییج و تقویت سازمان منافقین، سازمانی که بیشترین نقش تروریستی را در کشته شدن 17,000 نفر از رژیم داشته است. بسترسازی مالی، امنیتی و معنوی فرانسه در حمایت از سازمان مجاهدین برخلاف قوانین حقوق بین الملل است. تمهید دولت فرانسه برای ادامه فعالیت‌های سازمان مجاهدین فعل متخلفانه بین المللی است. شرکت مقامات رسمی فرانسه در نشست‌ها و همایش‌های این سازمان که تحرکات آن در اغتشاشات اخیر برخی از شهرهای ایران نیز مشهود است، بدون تردید برای دولت فرانسه مسئولیت آور است. در نشست‌های سازمان مجاهدین با حضور مقامات فرانسوی، براندازی حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی هدف اصلی است. فعالیت گروه تروریستی سازمان مجاهدین نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت داخلی و بین المللی است. حتی دولت فرانسه به صورت یک طرفه سفر وزیر امور خارجه خود به ایران را به تعویق می اندازد. روزنامه جوان، ارگان سپاه پاسداران جهل و جنایت، در یک مقاله حقوق سیاسی به سبک پاسداران به تاریخ 13 دی 96 مدارا با فرانسه از موشک تا منافقین را به نقد کشیده و می نویسد: دولت فرانسه نگرانی خود را از آمار بالای قربانیان و بازداشت شدگان ابراز می کند. این بخشی از بیانیه دولت فرانسه در واکنش به اغتشاشات برخی از شهرهای ایران است. بر اساس قواعد حقوق بین الملل باید سهم قابل توجهی از ریشه ناآرامی‌های تهران را در نوع روابط میان پاریس با تهران جستجو کرد. برای آنکه نقش فرانسه را در اغتشاشات اخیر مورد ارزیابی قرار دهیم، باید به احیا، تهییج و تقویت سازمان منافقین توسط فرانسه اشاره کرد. سازمانی که بیشترین نقش تروریستی را در کشته شدن 17,000 نفر از شهروندان ایرانی داشته است. برگزاری نشست گروه تروریستی منافقین در پاریس و شرکت بسیاری از مقامات رسمی دولت و پارلمان این کشور در آن نشست به خوبی نشان می‌دهد فرانسه بسیاری از نقش‌های ضد ایرانی آمریکا را پذیرفته و در حال مقابله فعال با جمهوری اسلامی ایران است. برگزاری نشست سازمان منافقین در پاریس یکی از اقدامات ضد ایرانی و مداخله جویانه فرانسوی هاست. به بیان بهتر، بسترسازی مالی، امنیتی و معنوی فرانسه در حمایت از سازمان منافقین برخلاف قوانین مصرح حقوق بین الملل است. تمهید مناسب دولت فرانسه برای ادامه فعالیت‌های سازمان منافقین فعل متخلفانه بین المللی است و شرکت مقامات رسمی فرانسه در نشست‌ها و همایش‌های این سازمان که تحرکات آن در اغتشاشات اخیر برخی از شهرهای ایران نیز مشهود است، بدون تردید برای دولت فرانسه مسئولیت آور است. فرانسه با احیا، تهییج و تقویت گروه تروریستی منافقین در سالهای اخیر نقش لیدری را در حوادث اخیر برخی از شهرهای ایران بازی کرده، کما اینکه مقامات ارشد این کشور با موضع‌گیری جهت‌دار لزوم اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را به بهانه حوادث اخیر ایران مورد تأکید قرار دادند.
حتی دولت فرانسه به صورت یک طرفه سفر وزیر امور خارجه خود به ایران را به تعویق می اندازد. سخنگوی مجاهدین در این باره گفت رژیم آخوندی که اینچنین از استقرار مجاهدین در فرانسه به فغان و فریاد آمده است، ظاهراً از یاد برده که خمینی هم در همین کشور بود و از لحاظ حقوق بین الملل، هر آنچه که رژیم علیه حضور مجاهدین در این کشور بگوید، مانند توف سربالا بر روی شخص خمینی و رژیم آخوندی فرود می آید. خبرگزاری فرانسه در 13 دی تحت عنوان مجاهدین مخالفین سرسخت رژیم ایران گزارش کرد حسن روحانی رئیس جمهور رژیم از فرانسه خواست به خاطر نقش مجاهدین در تظاهرات اخیر در داخل ایران فرانسه باید اقداماتی برای مقابله با فعالیت‌های این گروه اتخاذ کند. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود با اشاره به تاریخچه مجاهدین از سال 1965 و شهادت بنیانگذاران آنها توسط محمد رضا پهلوی، از تبعید اجباری مجاهدین در زمان خمینی به پاریس، جایی که مسعود رجوی در آنجا شورای ملی مقاومت ایران را تأسیس کرد، سخن گفته است و می‌نویسد مجاهدین از سال 1989 توسط مریم رجوی هدایت می‌شوند. آنها پس از یک تحقیقات گسترده قضایی در ژانویه 2009 از لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا خارج شدند و همچنین در سپتامبر 2014 در خاتمه تحقیقات حکم منع تعقیب آنان صادر شد. آمریکا نیز در سپتامبر 2012 آنها را از لیست تروریستی حذف کرد. در ژوئیه 2015 خانم رجبی به مخالفت با توافق اتمی ایران بین قدرت‌های بزرگ و ایران برخاست. در اکتبر 2015 او جامعه جهانی را به مماشات در مقابل ایران در رابطه با اجرای حکم اعدام متهم کرد. رژیم ایران نیز از جانب خود در ژوئیه 2016 به فرانسه نسبت به تجمع سالانه شورای ملی مقاومت ایران در پاریس اعتراض کرد. ولایتی فرانسه پناهگاه تروریست هاست. آنها 17,000 نفر را ترور کرده اند. به ضد انقلاب اسلامی و تروریست ها پناه داده اند و با آنها مساعدت هم می کنند. به ویژه در چنین شرایطی که با تحریک بیگانگان بعضی افراد نفوذی به کشور نفوذ کرده اند و پرچم کشور را آتش زدند. ولایتی مشاور زوار در رفته ولی فقیه ارتجا نیز فرانسه را پناهگاه مجاهدین خواند که 17,000 نفر از مقامات و مهره‌های رژیم را ترور کردند، در حالی که طبق حکم قضات و دادگاه‌های فرانسوی هیچ یک از اقدامات مجاهدین در برچسب تروریسم نمی گنجد. ولایتی درباره علت تعویق سفر وزیر خارجه فرانسه با سخافت گفت شاید آنها از اینکه به منافقین با سابقه 17,000 ترور مردم ایران پناه داده اند خجالت کشیده باشند. ولایتی از نفوذ مجاهدین به داخل ایران داده سخن داد و به جای پاره کردن عکس‌های منحوس خامنه‌ای و خمینی آتش زدن موهوم پرچم ایران را علم کرد و در رابطه با فرانسه گفت آنها علی‌رغم شعارهایی که می‌دهند به ضد انقلاب اسلامی ایران و تروریست ها پناه دادند و با آنها مساعدت هم می کنند، به ویژه در چنین شرایطی که با تحریک بیگانگان بعضی افراد نفوذی بی‌وطن به کشور نفوذ کردند و پرچم کشور را آتش زدند. ولایتی افسود دفاع از حامیان این گونه افراد نشانه دوستی نیست. بنده اطلاع ندارم که چرا وزیر خارجه فرانسه سفرش رو تأخیر انداخت، ولی به هر حال شایدم خجالت کشیدن از این که در کشور خودشون به ضد انقلاب جمهوری اسلامی ایران که سابقه تروریستی دارن، یعنی منافقین که سابقه قتل 17,000 نفر از اهالی
این کشور رو دارن و به ترورهای اینها اقرار کردن، معذالک علی رغم شعارهایی که میدهند کشورشون پناهگاه تروریست هاست و حتی به اونها مساعدت میکنن، به خصوص در یه چنین شرایطی که با تحریک بیگانگان در کشور ما بعضی افراد نفوذی بیوطن نفوذ کردن و پرچم کشور ما را آتش زدن و مساجد حسینی ها را آتش زدن، از حامیان اینها دفاع میکنن. خب این دیگه نشانه دوستی نیست، نشانه حمایت از دشمنان جمهوری اسلامی ایران نشانه دوستی نیست. رفت آمد بین کشورهایی باید صورت بگیره که اینها با هم روابط دوستانه دارند. و خب جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم هم اعتراض جدیشون رو به رئیس جمهور فرانسه کردن. سایت فیگارو 4 ژانویه 2018. رئیس جمهور فرانسه: وزیر امور خارجه قرار بود جمعه به آنجا برود، این غیر مختزی است. من در مکالمه تلفنی به روحانی گفتم اگر وزیر خارجه ما بیاید، اقداماتی را که دارید در داخل ایران انجام می دهید محکوم خواهد کرد. می خواهم با شما به صراحت صحبت کنم. لذا سفر را به تعویق انداختیم. امانوئل ماکرون اتهامات مطرح شده توسط رئیس جمهور ایران را مبنی بر اینکه فرانسه در خاک خودش به مجاهدین خلق مخالفان رژیم تهران پناه می دهد رد کرد. رئیس جمهور فرانسه گفت از تمامی اپوزیسیون های سیاسی در فرانسه استقبال می شود و با تمامی اقدامات تروریستی مقابله خواهد شد. برای اینکه توضیح داده شود که ما از یک جنبش حمایت می کنیم باید شواهدی وجود داشته باشد. سایت فیگارو در فرانسه روز پنجشنبه 14 دی نقطه نظرهای رئیس جمهور این کشور را درباره لغو سفر ژانیو لودریان به ایران در حالی که تظاهرات خشونتبار کشور را تکان می‌دهند بیان کرد. ماکرون توضیح داد وزیر امور خارجه قرار بود جمعه به آنجا برود، این غیر مختزی است. ماکرون در این رابطه با رئیس جمهور ایران حسن روحانی تلفنی صحبت کرد. ماکرون گفت من به روحانی گفتم اگر وزیر خارجه ما بیاید، اقداماتی را که دارید در داخل ایران انجام می دهید محکوم خواهد کرد. می خواهم با شما به صراحت صحبت کنم. لذا سفر را به تعویق انداختیم. البته فرانسه می خواهد دیالوگ با ایران را حفظ کند. ماکرون تاکید کرد آنچه بسیار مهم است این است که همچنان خواسته خودمان را در قبال ایران داشته باشیم و این خط را حفظ کنیم، وگرنه به طور پنهانی در حال ایجاد مجدد یک محور شر خواهیم بود. به خوبی موضع‌گیری های رسمی ایالات متحده عربستان سعودی یا اسرائیل را مشاهده می کنیم که در بسیاری زمینه ها متحدان ما هستند. این مواضع تقریبا ما را به جنگ با ایران خواهد کشاند. اگر همه صحبت ها را قطع کنیم، این تهدید وجود دارد که به سمت وقایعی برویم که درگیری شدید در پی خواهد داشت. امانوئل ماکرون اتهامات مطرح شده توسط روحانی را مبنی بر این که فرانسه در خاک خودش به مجاهدین خلق مخالفان رژیم تهران پناه می‌دهد رد کرد. رئیس جمهور قبل از مطرح کردن موضوعات دیگر بین المللی گفت از تمامی اپوزیسیون‌های سیاسی در فرانسه استقبال می‌شود و با تمامی اقدامات تروریستی مقابله خواهد شد. برای اینکه توضیح داده شود که ما از یک جنبش حمایت می‌کنیم باید شواهدی وجود داشته باشد.